این فرد عالی رتبه این بار در حالی که در هواپیمای نظامی به تنهایی سفر می کرد سعی داشت مأموریتش را از انظار عمومی مخفی نماید و به صورت ناشناس از مقر ناتو در اشتوتگارد آلمان وارد ایران گردد. این مأمور عالی رتبه نظامی معاون فرماندهی ناتو در اروپا را به عهده داشت و او کسی نبود جز ژنرال رابرت هایسر. هایسر درباره چگونگی ورودش به تهران در کتاب مأموریت در تهران نوشت: خبر ورود من به ایران به طور سری به اطلاع ژنرال فیلیپ گاست، رئیس هیئت مستشاری آمریکا در ایران رسیده بود. ترتیب استقبال از من به طور مخفیانه داده شده بود. درهای هواپیما که باز شد، چندین نظامی آمریکایی وارد هواپیما شدند. برخی از آنها لباس نظامی بر تن داشتند و برخی دیگر لباس شخصی پوشیده بودند و برای تخلیه سوخت وارد هواپیما شدند. من از هواپیما دور شدم. در سفرهای قبلی مهمترین رهبران نظامی حکومت شاه در فرودگاه به استقبال من می آمدند. مراسم استقبال بسیار پرشور بود، اما این بار با همیشه فرق می کرد. هایسر در شب اول ورودش به تهران درباره وضعیت این شهر نوشت: عبور از خیابانهای تهران برای من تکان دهنده بود. خیابانها خالی بودند. حتی یک اتومبیل، اتوبوس یا موتورسیکلت هم در خیابانها دیده نمی شد. از میدان شهیاد تا آن سوی شهر همه جا تعطیل به نظر می رسید. مغازه ها بسته بودند، پیاده روها خالی و جایگاه های بنزین تعطیل بودند. روی پنجره ها یک درمیان تصویر آیت الله خمینی دیده می شد. نیروهای مخالف کنترل ارگان های حیاتی را در دست گرفته بودند. ژنرال آمریکایی هایسر در شرایطی سخت و ناامن وارد ایران شد. به گفته او، ترسی ناشناس بر همه وجودش غلبه یافته بود و این در حالی بود که میباید سعی کند با بهره‌گیری از چهره یک نظامی مقتدر و کارآمد برای اجرای مأموریتی که به او واگذار شده بود دست به ابتکاراتی بزند تا موقعیت سلطنت شاه را تحکیم بخشد. او می نویسد: شب اول را در تهران با صداهای ناراحت کننده که اعصاب مرا می آزرد آغاز کردم. مردم فریاد می زدند الله اکبر و صدا از بامهای نزدیک به گوش می رسید و هر فریادی از گوشه دیگر پاسخ داده می شد. من و گاس برای شنیدن صداهای مردم روی بالکن رفتیم. توده های مردم به خیابان ها ریخته بودند و شعار می دادند. در نیمه های شب جمعیت پراکنده شدند و آرامش حکم فرما شد. شب را بدون پلک برهم زدن به صبح رساندم. صبح زود خسته برخواستم و پس از صرف صبحانه به سفارت آمریکا رفتم. راستی چه دلیلی وجود داشت که آمریکا علی‌رغم تمام خطراتی که جان هایسر را تهدید می‌کرد این ژنرال چهار ستاره را راهی تهران کند؟ مأموریت هایسر چه بود؟ هایسر در شرایطی که کشور در التهاب روزافزونی به سر می‌برد و سررشته کارها از کف دولت مردان شاهنشاهی خارج شده بود به ایران آمد. اعزام چنین مقام بلندپایه‌ای به درون یک موقعیت بحرانی
با در نظر داشتن خطراتی که ممکن بود متوجه جان وی شود، نشان از اهمیت فوق‌العاده مسئله برای کاخ سفید دارد. از طرف دیگر، علی‌رغم رعایت کلیه مسائل امنیتی و حفاظتی در ورود هایزر به ایران، خبر حضور این ژنرال چهار ستاره به مطبوعات درس پیدا کرد و تا درباره مأموریت وی نیز حدس و گمان‌هایی زده شد. آمریکاییان با همه اختلاف درونی و تحلیل‌های غلط در مورد انقلاب ایران بر سر یک موضوع اجماع داشتند و آن اینکه با سقوط شاه و پیروزی امام خمینی منافع آمریکا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. از این جهت تمام راه‌های ممکن را برای حفظ منافع خود در ایران بررسی و اقدامات لازم را اجرا می‌کردند. مأموریت اصلی هایزر متحد نگاه داشتن فرماندهان ارشدی بود که در نتیجه فشار و قدرت انقلاب روحیه خود را از دست داده بودند و نوعی میل به گریز از مرکز داشتند. برژنسکی در همین رابطه میگوید استراتژی واشنگتن بر این استوار بود که همزمان با خروج شاه از ایران ارتش دست نخورده باقی بماند. ترس ما از این بود که به مقامات فرماندهی ارتش که از طرف شاه و بر اساس وفاداری نسبت به شاه انتخاب شده بودند پس از خروج شاه از ایران دچار تفرقه نشوند و از همپاشیدگی ارتش به یک جنگ داخلی منجر نگردند که شوروی ها از آن بهره برداری خواهند کرد و یا به هر جمعت جیبی انجامد که سرانجام به قبض کردن قدرت از سوی آیت الله خمینی منجر شود. ژنرال هایزر در کتاب مأموریت در تهران در مورد دلایل سفر خود چنین می نویسد: من ماندن فرماندهان ارتش را در داخل ایران تضمین کرده بودم و سازمان ارتش را منسجم نگاه داشته بودم. تا آنجا که توانسته بودم با توجه به سنت وفاداری عمیق آنها به شاه، فرماندهان ارتش را وادار به حمایت از رئیس غیر نظامی دولت شاپور بختیار کرده بودم. فرماندهان ارتش را ترغیب کرده بودم که طرح‌های لازم را برای کودتا تهیه کنند. آن طرح‌ها تهیه شده بود. سرانجام از نقطه نظر نظامی ثابت کردم و نشان دادم که آمریکا نیازهای لوجستیکی آنها را تأمین خواهد کرد و در همه شرایط پشتیبان آنها خواهد بود. وظیفه اصلی من در این مأموریت به کار بردن همه تلاش‌هایم در جهت امکان دادن به دولت بختیار یا هر دولت غیر نظامی دیگری که با غرب سر سازگاری داشته باشد، به طوری که بتواند اوضاع کشور را در دست بگیرد. همونطور که در سراسر کتابم نوشتم، من اوضاع ایران را با بالاترین مقامات دولت آمریکا به طور روزانه در میان گذاشتم. آنها از من می‌خواستند به فرماندهان ارتش روش‌هایی را توصیه کنم که بتوانند با کمک آن روش‌ها با بختیار ارتباط برقرار کنند و ارزش قدرت واقعی را که در اختیار آنها بود به بختیار بفهمانند. هایزر در ابتدای ورود به ایران تصمیم گرفت با چهار افسر عالی رتبه و تاثیرگذار ارتش شاهنشاهی ملاقات کند. این چهار نفر عبارت بودند از سپهبد امیر حسین ربیعی، فرمانده نیروی هوایی، دریادار کمال الدین حبیب اللهی، فرمانده نیروی دریایی، ارتشبد طوفانیان، معاون قدرتمند وزارت دفاع و مسئول خریدهای تسلیحات خارجی، و ارتشبد عباس قرباقی، رئیس ستاد مشترک ارتش شاهنشاهی.
رایزر ملاقات‌های خود را به صورت جداگانه از همان 16 دی‌ماه آغاز کرد، اما آنها را سخت مرعوب قدرت انقلاب یافت. توفانیان از امنیت خودش به وضوح نگران بود و می گفت اگر شاه از ایران برود او هم خواهد رفت و الا کشته خواهد شد. جنرال آمریکایی مأموریت داشت تا فرماندهان نظامی را که این گونه از رفتن شاه به وحشت افتاده بودند و این گونه دست به دامان آمریکا می شدند تا رهبر انقلاب ایران را ساکت کند، منسجم و آماده کودتا نماید. به ظاهر جنرال مردی پرکار و امیدوار بود. شب و روز را برای مأموریت خود برنامه ریزی می کرد. فرماندهان صحبت می کرد و به آنها نوید آرام شدن اوضاع را می داد. آیزر پس از این ملاقات ها 4 برنامه را برای فرماندهان نظامی طراحی کرد. 1. جلوگیری از فرار فرماندهان بعد از رفتن شاه و حفظ انسجام آنها. 2. تغییر انقیاد فرماندهان از شاه به بختیار. 3. طرح به حرکت در آوردن اقتصاد در جهت حمایت از دولت بختیار توسط ارتش. 4. مقابله با جنگ روانی امام خمینی. هایزر برای اولین بار موفق شده بود فرماندهان نظامی ایران را دور هم جمع کند و در مورد مسائل ایران به بحث و مذاکره بکشاند و این خود پیروزی بزرگی بود، زیرا شاه تا آن زمان نه چنین اقدامی کرده بود و نه اجازه چنین اقدامی را داده بود. هایزر در آن جلسه نتیجه مذاکرات مستقل خود را با فرماندهان که همگی بر آنها اشتراک نظر داشتند در 3 محور خلاصه کرد. شاه در ایران بماند، در آیت الله خمینی نفوذ شود و جلوی رسیدن اخبار تحولات مملکتی به مردم گرفته شد. هایزر در مورد مسئله رفتن شاه گفت مهم این است که ایشان در کشور خواهند بود. اعلی حضرت به کشوری احتیاج دارند که بعد از مرخصی به آن بازگردند. فرماندهان مجدداً مسئله نفوذ در امام خمینی را مطرح کردند و هر کدام از مشکلات داخلی مربوط به خودشان همچون کمبود لباس و سوخت شکوه کردند. اما مهمترین مسئله برای هایزر حمایت از بختیار بود. وی گفت باید از بختیار حمایت کنی تا بداند که میتواند روی شما حساب کند. شما باید به هر میزان که میتوانید نیروی خودتان را صرف حمایت از او کنید.